ببینید که این 1480 هزار میلیارد تومان که فرمودید 60-70 درصدش مربوط به خود شرکت نفته. یک کار بنده در طول 3 سال گذشته انجام دادم از سال 95 و سال 97 موفق شده محقق بکنم. یک قسمت از همین بحث شرکت نفت بحث هدفمندی یارانه ها بود. یعنی ما قرار بود که آب و برق و گاز و همه اینا رو گران بکنیم، در کنارش هم درآمداش رو بریزیم توی یه صندوق. گران کردیم و نریختیم توی صندوق. قرار بود بریزیم توی صندوق و 50% بدیم به مردم، 20% بدیم به کارکنان دولت که زیر آب خفه نشن، این آب وقتی میاد بالا، و 30% بدیم به تولید خفه نشه. سال 1395 که من برنامه ششم رو مسئولیت داشتم می‌نوشتیم، به دولت گفتم که ما سالانه چقدر درآمد داریم از این محل که گران کردیم؟ گفت 31 هزار میلیارد تومان. گفتم چقدر به مردم میدیم؟ گفت 42 هزار میلیارد تومان. گفتم 11 تاش از کجا برمیدارید؟ گفت از بودجه آموزش پرورش و آموزش عالی و از جاهای گوناگون برمیداریم از امروز یارانه ها. چرا؟ حالا نمیگم چرا. آی توکلی علی. 95. 95 گفتم. گفتم که من نشستم حساب کردم. میدونی حامله انرژی 9 تاست دیگه. بنزین، نفت گاز، نفت کوره است. سی ان جی، آب، برق، 9 رقم. نشستم حساب کردم، دیدم که 87 هزار تاست درآمد ما. نه 31. 56 هزار تا اختلاف؟ بله. چجوری اون وقت؟ حالا الان میگم چی؟ که با چورتکم آدم بزنه اگه اینقدر؟ همین دیگه، من هم اینجوری حساب کردم. گفتم چطور میگید؟ ما روزانه 84 میلیون لیتر بنزین میفروشیم. اون وقت گفتم که 80 درصدش لیری 1 تومن میفروشیم. درسته. 20 درصدش 1.200 میفروشیم. میانگینش میشه 1.71. گفتیم ما به تفاوت روزی که این قانون رو وضع کردیم 100 تومن بود. 100 تومن از 1.71 برداری میشه 971. 84 میلیون لیتر ضرب در 971 تومن ضرب در 365 روز میشود 26600 میلیارد تومن فقط هم یک فقط قدمش. بنزینش، نفت بنزین. گازش و آب و برق و... به مرکز پژوهشم گفتم شما هم حساب کن. اونم حساب کرد گفت 85 تا. مرکزی گفتم شما هم حساب کن. اونم گفت 86 و 500 تاست. آمدیم تو مجلس پیشنهاد دادیم، مجلس رأی نداد. چرا؟ گفتم من گفتم 87 تاست. آقای نوبخت فرمودن 31. آقای لاجنی رئیس مجلس بودن فرمودن این میگه 87 اون میگه 31. بررسی کن دیوان محاسبات، بررسی کن ببینیم کدوم راست میگه. دیوان محاسبات بررسی کرد گفت نه این درست میگه نه اون، 36 تاست. الله اکبر. حالا خوب دقت کن. خنده تلخ من از گریه غم انگیزتر است. نگی چرا میخندی؟ اعصابم دادم به هم میریزه. خب آقا هیچ اون سال ما موفق نشدیم از مجلس رأی بگیریم. برای 36 تا رأی گرفتیم. 36 تا رأی دادم. 50 تا این وسط محل ابهام ما. حالا جالبه. کل پولم یک ریالش به خزانه دولت واریز نمیشد. خودشون در می آوردن، خودشون خرج میکردن. خب شد سال 96. بودجه 96. من هم همه دانشگاه سخنرانی کردم، گفتم در همین شهر تلویزیون یک دوبار مناظره اعلام کردم آقا 87 است. دولت یه بیانیه علیه من داد که آقا اصلا اینجوری نیست، دروغه و اینجوری نیست. سال 96 که بودجه رو می‌نوشتیم من در یک جلسه بودم، مشاور محترم رئیس جمهور آمد گفت آقای روحانی میگن که این برنامه که شما میگید چیه؟ گفتم آقای روحانی بفرمایید من میخوام 87 هزار میلیارد تومان پول بی صاحب رو بریزم تو حساب خزانه شما خرج کنه، شما نمیخوای؟ چی از این بهتر؟ باید تشکرم. فردای نوبخت تشریف آوردن مجلس به من گفتن ما هم پشتیبانی میکنیم رو 87 تومان، چون به نفع دولت سازمان برنامه است. حالا که قرار شد بره تو حساب این نفت، اما به ضرر نفت. خب آقا رفتیم کمیسیون تلفیق، کمیسیون تلفیق بررسی کردیم 87 رو پذیرفتن. دیوان محاسبات کجا بود این موقع؟ حالا دیوان محاسبات همون روز برای من یه نامه آورد که 87 درسته وقتی مسبب شد. عجب داستان. حالا خوب گوش کن، بردیم تو صحن مجلس گفتن 87 گفتن آقا بالاخره مشهور شده بود، گفتن آقا جدول آقای حاج بابایی رای آورد. من گفتم که مخالفم.
گفتن یعنی چی؟ شما یه سال داری فریاد میزنی تلویزیون آبرو هم رو گفتم مخالفم. گفتن چرا؟ گفتم 87 مال 95 بوده. الان بیشتر از 96 من بررسی کردم 102,000 تاست. آقا فرستادن دوباره کمیسیون. رفتیم چرتک آوردیم حساب کردیم 102,000 تا شد. بردیم دوباره گفتم باز مخالفم. گفتن حالا چرا مخالفه؟ گفتم ما داریم بودجه برای 97 می‌نویسیم. من حساب کردم 110,000 تاست. چرتک آوردیم دیدیم 110,000 تاست. برای 1/1/97 110,000 مصوب شد. اولا یک برای خزانه دولت، یعنی تا اون روز شرکت نفت با آقای نوبخ پول میداد که 45 تومن رو بپردازه و اگر دقت کرده باشی بعضی ماها پول نمیداد، کم میداد. آقای نوبخ میامد تو تلویزیون، من درستم که پول نداریم بدیم متحدیاتونه. بله خاطر ماست. قر میزدن حقم داشتن، ولی الان چرا قر نمیزنن؟ ایشان اول دیگه 11,000 میلیارد تن از پول وزارتخانه هم بر نمیدارن، از پول عمومی هم بر نمیدارن،